سلام و شب اولین روز هفته همه دوستان بخیر. من محسن کچویی هستم. بعد از مدت ها مجددا شرایط رو فراهم کردیم برای اینکه فصل دوم برنامه ما کارآفرینیم رو در خدمت شما عزیزان ادامه بدیم. حقیقتا این برنامه هدف پیچیده‌ای رو دنبال نمی‌کنه. هدفی است که به نظر من همه کسانی که مثل من هستن، تو سنین من هستن یا در حقیقت شرایط مشابه من رو دارن، به نظرم باید این کار رو انجام بدن و تجربیات خودشون رو و دانسته هاشون رو با جوانترها در میون بگذارن. این یک دین هست به گردن ما و هر کسی که قدری به دیگران هم فکر بکنه باید متوجه این موضوع باشه که همه شکست هایی که در اطراف ما رخ میده سهمی از اونها به ما خواهد رسید، به خود ما، به فرزندان ما و یا به جامعه ما. به عبارت دیگه جامعه‌ای که پر از آدمایی است که شکست خوردن و در تجربیات مختلف زندگیشون موفق نشدن شرایط خوبی پیدا نمی‌کنه و ما هم از اون تأثیر می‌گیریم. هر کدوم از ما ممکنه کاری از همون بر بیاد و به نظر من ساده ترین کاری که از همه ما برمیاد این است که در انتقال تجربیاتمون به همدیگه خصت به خرج ندیم. باز و راحت اون چی که به سر ما اومده یا ما ازش عبور کردیم و مطلعیم رو به دیگران بگیم. این برنامه هدفش همینه. هدف دیگری رو دنبال نمی کنیم. ولی ممکنه دستاوردهای مختلفی داشته باشیم، از جمله اینکه فضایی رو ایجاد کنیم برای شنیدن حرف کسانی که حرفاشون زیاد شنیده نشده. یکی از اولین قصدها و اهداف همین بود که تجربیات اون افراد رو مطرح کنیم و اگر دقت کنیم تو فصل اول ما سعی کردیم بریم سراغ کشاورزا، سراغ صنعتگرا، سراغ افرادی که اونچنان در این همه هیاهوی رسانه‌ای تو کشور ما بهشون توجه نمیشه ولی حرفی برای گفتن حتما دارن. قرار نیست همه بچه های ما نابغه بشن یا همه بچه های ما کسانی بشن که تو سطح جامعه منحصر به فرد باشن. ما همه جوامع دنیا از جمله ما پر از آدم های معمولی، پر از آدم های مثل من و شما که دونستن داستان زندگی اونها و دونستن تجربیات اونها میتونه به ما کمک بکنه. منتها با یک موضوعی که ما برخورد کردیم و به نظرم باید تو این فصل همه شما کمک بکنید برای اون راه حلی پیدا بکنیم، این است که اغلب این افراد از آمدن جلوی دوربین، حتی دوربین یه برنامه ساده اینستاگرامی هم پرهیز دارن. حالا یا احساس میکنن که خوب نمیتونن صحبت کنن یا مثلا در روستاها اینترنت خوب نیست، شرایط خوب نیست و هزار یک دلیل دیگه که باعث میشه سکوت کنن و این سکوت رو تا لحظه‌ای که زنده هستن ادامه بدن. اگر اطرافیان این عزیزان جوانهایی هستن که این صدا رو میشنون و این تصویر رو میبینن، اونها میتونن واسطه‌ای بشن برای اینکه صدا و تصویر اطرافیانشون که حرفی برای گفتن دارن شنیده بشه، لااقل یک جا ثبت بشه. از نظر من هر کسی که زندگیشو خودش اداره میکنه و وابستگی مالی به جایی نداره عملا داره یک جور کارآفرینی میکنه، حالا حتی اگر دایره این کارآفرینیش فقط خودش و عزیزانش باشن. و این افراد در اطراف همه ما هستن و زیاد هم هستن و خوبه که حمایت کنید تا صداشون شنیده بشه و گفته‌هاشون گفته بشه و به هر حال تجربیاشون و تجربیاتشون به دیگران منتقل بشه. من موقعی که حس کردم این افراد خب همیشه در دسترس نیستن و
به نوعی در لابلای گفتگوها و لابلای حرفها متوجه شدم که این کار آسونی نیست. تصمیم گرفتم جلساتی که اونها حضور ندارن و جلساتی که ما مهمانی از خارج از عملا این مجموعه نداریم، خودم پیش قدم بشم و داستان زندگی کارآفرینی خودم رو تعریف بکنم که اسمشم گذاشتیم کارآفرینی به زبان آدمیزاد، چون کارآفرینی به زبانهای مختلفی توضیح داده شده و بیان شده، بعضا انقدر پیچیده است و بعضا انقدر عبارات و اصطلاحات به قول معمول قلمبه سلمبه درش وجود داره که خیلی متوجه نمیشن که حالا باید چیکار کنیم و از کجا شروع کنیم، به خصوص اگر یک جوونی باشه که میخواد برای بار اول تو زندگیش یک کاری رو راه بندازه و وارد یک کسب و کاری بشه. من سعی میکنم توی این فواصلی که مهمان نداریم یا مهمان آماده حضور در برنامه نیست، داستان زندگی کارآفرینی خودم رو برای شما بگم. در فصل اول از روزی که پایان کارمندیم بوده و آغاز برگشت من به حوزه کسب و کار آزاد گفتم تا زمانی که در حقیقت در سال 94 برگشتم ایران، من در سال 81 از کارمندی استعفا کردم، سال 94 هم برگشتم ایران. این فاصله رو تقریبا همش رو توضیح دادم که چه کردم، چه مسیری رو رفتم، چه دستاوردهایی داشتم، چه مشکلاتی روبرو شدم و چه اتفاقات خوب و بدی برای من افتاد تا سال 94 که در حقیقت به کشور اومدم و خیلی ناخواسته و خارج از ارادم و ناچار شدم حدود 5 سال یا 6 سال رو در کشور بگذرونم. اما داستان کارآفرینی من از زمانی که کارمندی رو گذاشتم کنار شروع نشده. من در حقیقت قبل از اینکه کارمند بشم هم شغل آزاد داشتم و کار آزاد میکردم. در حقیقت من بین سال 76 تا 80 و اواخر 80 فقط کارمند بودم. تا قبل از اون دقیقاً میشه گفت از سال 68 تا سال 76 هم باز کار آزاد انجام دادم. لذا این فصل رو سعی خواهم کرد که از ابتدایی ترین مرحله ورودم به کسب و کار بگم و اینکه اصلا چی شد من وارد کار اقتصادی شدم، چون تنها چیزی که شاید هیچ وقت بهش فکر نمی کردم این بود که وارد کار اقتصادی بشم. همیشه فکر می کردم من یک معلمی خواهم بود یا یک هنرمندی خواهم بود یا یک کسی خواهم بود که حالا تو زمینه‌های فرهنگی مثلا میخواد کار کنه، و واقعا هم هنوزم همین رو دوست دارم و شاید همین برنامه هم نشون نیست از این که من دوست دارم از اون چه میدونم برای بقیه بگم. اما به هر حال نشد و من به نوعی مجبور شدم که وارد کار آزاد بشم و حالا داستانش هم میگم که چطور من مجبور شدم وارد کار آزاد بشم. منم مثل هر بچه دیگری در سنینی که بودم و مثلا 18 سالم بود تصویری از آینده امروز خودم نداشتم. منم مثل همه بچه ها یه جور سردرگمی، یه جور تشویش، یه جور به هم ریختگی، یه جور خلاصه گیج و ویجی داشتم که الان هم خب میبینم خیلی جوان ها این مسئله رو دارم. ولی یه چیزهایی تو زندگی شما اتفاق میفته که شما رو ناچار میکنه که زودتر بزرگ بشین و زودتر جهت زندگیتون رو پیدا کنید و زودتر در مسیری حرکت کنید که بابت تمام رفتاراتون دیگه ناچارید پاسخگو باشید. بله، همه دوست دارن که در ایام کودکی و بیمسئولیتی باقی بمونن. شاید اگر به خود ما بود همیشه دوست داشتیم بالاخره کسی در حقیقت بار ما رو به دوش بکشه، ولی واقعیت این است که این غیر ممکنه. یعنی دیر یا زود ما باید وارد مرحله از زندگی بشیم که دیگه نمیتونیم به کسی بگیم که مثلا چرا غذا نیست، چرا برق نیست، چرا آب نیست،
کجا میخوایم زندگی کنیم، نمیدونم لباس چی میخوایم بپوشیم، اینا رو نمیشه از کس دیگری پرسی، اینا رو از خودت بپرسی و طرف سوال همه مسائل زندگی میشی خودت، به خصوص برای اونایی که اتفاقاتی نظیر اتفاقاتی که در زندگی من افتاده براشون میفته، خدای نکرده تقدیر باعث شد که من از سن 9 سالگی در حقیقت کسی نباشه که ازش خیلی چیزا رو بپرسم و پدرم رو از دست بدم. شاید یکی از مهمترین تفاوت ها با افراد، یعنی اساسا این یه مرزه که شما خیلی دیر متوجه میشین، ولی به هر حال از اون درس های زندگی است که سخت اثر خودش رو رو آدم میگذاره. آدم ها با مدرک و میزان دارایی و نمیدونم موقعیت اجتماعی و عرض بزرگتون که خونه و زندگی و ماشینشون با هم متفاوت نمیشن، یعنی این تفاوت تفاوت عمیقی نیست، بلکه با دردها و رنجها و آسیبهایی که میخورن و عزیزانی که از دست میدن و در جانشون اثر بی‌نظیری رو میگذاره با هم دیگه تفاوت میکنن. این یک چیزیست که شاید خیلی ها که این رو تجربه نکردن هیچ وقت هم متوجه نشن، فقط زمانی درک میکنن که خدای نکرده این اتفاق براشون بیفته. وقتی شما پدرت رو از دست میدی، حتی خاموش کردن کولر شب هم دیگه به عهده خودته، اگه خاموش نکنی سرما میخوری. و خلاصه نقش پدرها و نقش مادرها و نقش بزرگترها تو زندگی آدمها خیلی نقش عمیقی است و آدم ها درکش نمی کنن تا روزی که دستش می دن. این یک حقیقت تلخه ولی وجود داره و شاید یکی از چیزهایی که باعث شد من خودم تو زندگی اصلا سمت و سوی حرکت عادیم تغییر بکنه، یکی از پارامترها همین است که من مجبور بودم برای خودم تصمیم بگیرم. درسته سایه مادرم بالا سرم بود، بزرگترهایی بودن، ولی واقعیت این است که هیچ کس نمیتونه جای پدر شما رو پر کنه، هیچ کس نمیتونه جای مادر شما رو پر کنه، همه تلاش میکنن این کار رو انجام بدن ولی عملا فرق داره دیگه، فرق داره. و میگم نمیشه برای شما من توضیح بدم و بگم چه فرقی داره تا کسی خودش مبتلا نشه متوجه نمیشه. حالا برحال از این مرحله که بگذریم، من یادم اولین بارایی که اصلا توجه هم به بیرون از خونمون جلب شد و توجه هم به بیرون از فضای کودکی و مثل همه بچه ها در حقیقت جلب شد، زمانی بود که آمدم توی یک مسجدی، ختم داییم بود، خدا رحمت کنه دایی کوچیک من، یه بار در سال 65 گفتن که ایشون شهید شده ولی جسدش نیست و مفقود الجسد. دقیقا عزاداری و مسجد و 7 و 49 از این داستان ها که بعدا ایشون سال 69 معلوم شد از این اسرایی بوده که ازشون ردی نبوده و آزاد شد و آمد، و بعدم خب همون سال 94 که من آمدم ایران، فکر میکنم در عرض چند ماه اول سال 95 ایشون دوباره در اثر جراحات دوران جنگ به شهادت رسیدن. ولی ختم ایشون باعث نقطه تحول عجیبی تو زندگی من شد. من ختم خوب بود، یعنی تو مدرسه یه جور بود مدرسه ما که به همه بچه ها خط یاد میدادن، ما ختمون خوب بود. من یادم سال 65 وقتی که دایی من خبر شهادتش رسید، خط بود توی مسجدی به نام مسجد الزهرا تو خیابون آبمنگل تهران. این مسجد الزهرا مسجد خاصیه، حالا به وقتایی بعد ازش مفصل‌تر تعریف کنم، ولی خب عامل خیلی از تحولات زندگی من همین مسجد الزهرا بوده. خلاصه ما رفته بودیم اونجا، به همه بچه‌ها بزرگا گریه میکردن، ما هم داشتیم اونجاها میچرخیدیم و اینا. من توجهم جلب شد به یه تابلوی توی
این به اصطلاح اعلانات مسجد، مثلا نوشته بود که متقاضیان چه میدونم مثلا برنج با دفترچه بسیج بیان مسجد. من نگاه کردم دیدم چقدر خطش بده، این کسی که اینو نوشته چقدر بد خط نوشته. بعد همونو از اونجا کندم و خیلی با اعتماد به نفس پشتم رفتم دفتر مسجد. حالا ختمم در جریانه، هم دارن سرشون گرمه دیگه. ما اینو گرفتیم دستم رفتیم دفتر مسجد و یه آقایی بود پشت میز و فکر کنم حاجی خورسندیان بود، خدا رحمتشون کنه، فوت شدن. یه آقایی هم بود به نام آقای ناظم‌زاده که جوونی بود اونجا بود، و یه آقای دیگری هم بود الان یادم نیست، آقای عرب فکر میکنم که اتفاقا عراقی الاصل فکر کنم بود. اونا دوتا جوون از من خیلی بزرگتر بودن، من اون موقع 15 سالم بود. حاجی آقای خورسندیان هم خب یه پیرمرد در حقیقت سنش شاید اون موقع 5-6 سالش 70 سالش بود، نمیدونم چقدر بود. اونا ستایی اونجا بودن، ما در زدیم، هم که در زدیم گفتم که ببخشید اینو، یعنی اونا برام به من گفتن بفرمایید ببخشید اینو کی نوشته. یهو پرسش می‌کردم که چطور مگه؟ اونا می‌خواستن بگم خیلی بد خط نوشتین. اینا ستایی نگاهی به من کردن، یه بچه 15 ساله اینو گرفته دستش اومده میگه اینو بد خط نوشتین. گفتن ما، یادم آقای خورسندیان بهم گفتش که خب شما یعنی چجوری میگی بعد هم اگه خط بلدی؟ گفتم بله من بلدم. گوه بنویس ببینم. همونجا اون آقای عرب که خطات همین هم ایشون بود قلم دواتشو داد به من، ما خیلی با اعتماد به نفس همون مطلب رو دوباره نوشتیم. آقای خورسندیان گفت نه خطش خوبه بچه ها، این خطش خوبه. خلاصه خطش خوبه، خطش خوبه، هندونا رو گذاشتن زیر بغل ما. ما یه بچه 15 ساله دنبال این بودیم که خودمون رو مطرح کنیم، و خلاصه اومدیم تو مسجد و شروع کردیم به همین کار. اولش همین بود که مثلا به من گفتن اینو بنویس اونو بنویس این تابلو. خب آقای عرب هم گاهی بهش بر میخورد چون یه جورایی ما رقیبش شده بودیم، ولی خب میگه ولی بچه ای هم اینجا هست. ولی من یه ذره جاه طلب بودم، یه ذره بلند پرواز بودم، به این قانع نبودم. یواش یواش گفتم که خب آقا ما اینجا این مسجد الان هستیم، این داستانی که میگم مال دیماهه مثلا سال 65، این ادامه داشت، رابطه ما میگاه و بیگاه پنجشنبه جمعه ها ادامه داشت تا اول تابستون سال 66 فکر میکنم. حالا بعد اونایی که اون زمان بودن تاریخ ها رو اگر شنیدن دقیق کنن، ولی حدودا همین زمان ها میشه. حالا وقتی هم که خب به خاطر اینکه دایی ما شهید شده بود رفت و آمده به منزل پدر بزرگم بیشتر بود دیگه، طبعا هی همه خواهرها خاله ها دایی دیگه اینا هی می اومدیم، ما تو اون محل بیشتر بودیم. خلاصه اوائل تابستان سال 66 من اومدم به همین آقای خورسندیان. اینا یک کلاس قرآن داشتن، کلاس قرآن گذاشته بودن. من گفتم که آقا کلاس قرآن که همه بچه ها که نمیخواه قرآن یاد بگیرن، بیایم ما اینجا یه سری کلاس بذاریم. گفتم کلاس چی بذاریم مثلا؟ گفتم مثلا کلاس چه میدونم مثلا عربی بذاریم، کلاس عقاید بذاریم، کلاس نقاشی بذاریم، کلاس سرود بذاریم، تئاتر بذاریم. یه ذره فکر کردن و اون آقای ناظم‌زاده که جوونی بود از ما بزرگتر بود گفت فکر خوبی ها، چون یه چیزی داشتن اونجا به نام گروه فرهنگی مسجد الزهرا. از همین حرفا و از همین پیشنهادات و اینا یواش یواش گفتم خب باشه شروع کنیم. گروه فرهنگی مسجد الزهرا تابلوی همجوری باز من نوشتم و چاپ کردیم و اینا و پخش کردیم توی محل. گفتیم از بچه های فکر میکنم 9 تا 15 سال 9 تا 14 سال ثبت نام میکنیم، کلاس های تابستونی داریم. آقا یه روزی که این برنامه قرار بود شروع بشه و مثلا ما گفته بودیم مثلا اون روز بیاین همه بچه ها، ما اومدیم مسجد دیدیم باو یک، یعنی تا چش گارگونه بچه هست. من یادم نیست شاید 100 تا 110 تا همین حدودا بچه بود، که خیلی بچه بود. ما هم الان کلن مثلا 5-6 تا، حالا من که از همشون بچه تر بودم، اونه هم که باز بزرگتر از من بودن سنی نداشتن،
دیدیم خیلی استقبال شد. حالا چیکار کنیم با این همه؟ من افتادم جلو که باشه دستبندی میکنیم، کلاس میذاریم، ساعت میدیم و مثلا سه شنبه ها ساعت فلان، چهارشنبه ها تو بیار، نمیدونم خلاصه این برنامه ریزی و اینا رو. البته حالا میگم من افتادم جلو، نه که اونها نمیخواستم، منظورم این است که بالاخره من جزء پیش در حقیقت دنبال روها نبودم، یه جورایی اون جلو بودم. یعنی کسی نمیگفت این کار رو بکنید، من هم میگفت بگم باشه، بیشتر من میگفتم یا شاید من هم میگفتم و اونا میگفتن باشه. به هر حال این ماجرا شروع شد و کلاس ها شروع شد. حالا بهش کلاس استخر رو نمیدونم شنا و اینا اضافه شد که حالا خاطراتی از اون دارم. این ماجرای من برای ورود به جامعه و ورود به بین مردم، به پدر مادرها، همه میگفتن یه پسر اومده اینجا به نام کچویی و مثلا آقای کچویی اومد، آقای کچویی را حالا من خودم مثلا 15 سال. این داستان خیلی جدی شد. خلاصه جدی شد و ما یک سال که خب تابستون رو برگزار کردیم و خیلی جدی این کار کردیم. من یادمه که انقدر این برای من جدی بود که گاهی اوقات شب مثلا ساعت شبم 2 شب مثلا من میرفتم خونه که خدا بیامرز مادر ما میومد دنبال ما و دنبال ما میگشت، چون موبایل و تلفن و اینا هم نبود. و به حال من خیلی با اشتیاق با علاقه اینو پیگیری کردم. البته همین کار من اونجا باعث شد که مثلا تو مسجد نزدیک خونه خودمون که تو چهار سرچشمه بود، مثلا بسیج اونجا هم شنیدن که من یه همچی کارهای اینجا میکنم، مثلا یه برنامه‌ای هم اونجا من برگزار کردم. سرم خیلی تابستون‌ها اصلا واقعا فرصت سرخاروندنم نداشتم، این مسجد اون مسجد این کلاس الان جلسه فلانه. فکر کن یه بچه 14-15 ساله که الان من پسر کوچیکم هم سنه، از خودم یک بروبیا و یک برار دم و دستگاهی داشتم و رفت و آمد و اینجا و اونجا و شاگرد و از این داستان. در تمام این مدت، این سال دوباره سال بعدش، بعد از این مسجد به اون مسجد، شغل معلمی برام پیدا شد که مثلا چون خطم خوب بود و تو مسجد ها می نوشتم و اینا، یه موضوعی خیلی من اذیت میکرد، نه من هممون رو اذیت میکرد، اونم پول بود. ما پول نداشتیم. مثلا فکر کن اگه میخواستیم یه دونه چه میدونم یه قلموی جدید بگیریم، میموندیم که خب کی بگیریم، پولشو کی بده. و پول نداشتیم، ما هیچ کدوم از خانواده های پولداری نبودیم. واقعا تنها چیزی که نداشتیم همین پول بود. حالا در حد خیلی محدود بود، خیلی کم. مثلا اگه 10 تا طرح به ذهنمون میرسید 9 تاش قابل اجرا نبود چون ما پول نداشتیم. و برای اینکه پول به دست بیاریم خب بعد از این حاجی از اون حاجی برای این حاجی توضیح بدیم برای اون حاجی توضیح، خیلی منو اذیت میکرد، شاید منو هم بقیه هم شاید اذیت میکرد که مثلا بالاخره چرا ما باید هی برای این و اون توضیح بدیم یه 2000 پول بگیریم. کاری نداریم، منظورم این است که این با ما شروع شد و بود و تو این چند وقت، حالا من نمیخوام الان خیلی درگیر این خاطرات این ایام مسجد و نمیدونم کلاس و اینا باشم، ولی اولا در شخصیت من خیلی در شکل شخصیت من اثرگذار بود. من یادم همون سال که رفتم بعدش پایان اون تابستون رفتم دبیرستان، هم در جا که وارد شدم این آقای محمد رضا زائری از ما یه سال بزرگتر، ایشون مسئول امور فرهنگی دبیرستان بود، اولش زیر باش همکاری کردیم، بعدم یواش یواش بیرونش کردیم از بخش فرهنگی مدرسه و قرصه یه رقابتایی هم داشتیم، خدا حفظش کنه محمد رضا بزرگواری میکرد، ما تحمل میکرد چون خیلی من پر انرژی و خلاصه مدرسه رو دست گرفتم و نبیدم امور تربیتی و بنویس و خطاتی کن و همه اینا. البته کلی خاطره دارم که جاش تو برنامه ما کارآفرینیم نیست. آمد تا ما دیدیم باید یه کار اساسی بکنیم و فکر کردیم که بیایم یه بنیاد فرهنگی تأسیس کنیم. سال 67 من و یه سری هم بچه های هم خط و قامت خودمون همه روید که هم خونمون، حالا ما یه آپارتمانی داشتیم کلن 2 تا اتاق داشت، تو یه اتاقش که اتاق پذیرایی هم مثلا بود هم کلاسی ها روید که این بودم من میخوام یه بنیاد فرهنگی به نام مرحوم پدرم تأسیس کنم.
بنیاد فرهنگی بر بنیاد فرهنگی شهید کچی. حالا بنیاد فرهنگی شهید کچی بودجه میخواد چیکار میخوای بکنیم این داستان ها؟ ما خب اون موقع دستمون به دوستان پدرمون میرسید، خدا رحمت کنه. من یادم یه جلسه مرحوم شهید لاجوردی رو دعوت کردیم، اومدن منزل ما برای ماها از کار فرهنگی، و بالاخره ایشون هم براش جالب بود، 18 تا 15 تا بچه کله پر میخوان کار فرهنگی بکنن. و یادم که حالا ایشون یکی حرفایی که اونجا زد و من هیچ وقت یادم نمیره، خیلی به ماها تذکر داد که تو کارهای مذهبی دچار افراط و تفرید نشید. و یادم اون موقع تازه این دوستان امثال آقای منصور عرضی و اینا یک سبک جدید عزاداری رو باب کرده بودن که خیلی شلوغ بازی و بالا پایین بپر و نمیدونم لخ بشو و اینا توش بود، و ایشون خیلی به ما تذکر داد که این کار درست نیست و کار غلطیه، این هیجانات و این مجالس اینجوری متناسب نیست و از این داستان ها. که حالا تن چیزی که یادم مونده، خب خیلی حرفای دیگه هم دادن که برای ما به عنوان یه بچه خیلی شاید یادمون نمونده، ولی مثلا ایشون خب زحمت کشید پیش قدم شد آمد تو اون جلسه ما. بعد آقای عسکرولادی، مرحوم آقای عسکرولادی رو من رفتم پیشش برش توضیح دادم، و آقای عاشق مهدی کروبی که اون زمان رئیس بنیاد شهید بودن، من رفتم وقت گرفتم و رفتم حالا ما بخواهم کار فرهنگی بود. هیچ کدوم از این آقایون کمک مالی به ما نکردن جز آقای کروبی. آقای کروبی حالا به حال روحیه اینجوری داشت، اونایی که میشناسنش که خیلی دست به خلاصه کمک بود. ولی من الان اگر شرایط امروز باشه و یه جوونی بیاد بگه من میخوام این کار بکنم اون کار بکنم، آخرین کاری که میکنم پول دادنه، چون دقیقاً همین پول میتونه اون جوون رو دقیقاً به ورطه هلاکت بکشونه، چون مثل یک تفنگی است که به دست یه بچه قدرت دیگه، تواناییه، در حالی که اون اصلا آمادگی نداره و مهیا نیست. و این اولین پولایی که من دستم اومد پولایی بود که آقای کروبی در دو نوبت به بنیاد فرهنگی کمک کرد، و چشم تو روز بعد نبینه نه تنها اون دو فقره پول که خیلی پول بود، الان میفهمم خیلی پول بود، اون موقع نمیفهمیدم، به باد رفت که هیچ. بنده در سال 69، حالا خیلی کارا همزمان میکردم و اونا رو کار ندارم، ولی میخوام بگم اولین بدهی سنگینم و عزتون بالا بردیم، یادمه 1,400,000 تومان شد سال 69 یا سال 70. اگه حساب و کتاب دستتونه و میدونین یعنی چی، باید بدونین که 1,400,000 تومان خیلی پوله. و این بدهی اولین خلاصه مسئله‌ای شد که من باید خودم حلش میکردم، چون پدر نبود، بقیه هم که الان هر به هر کدوم شما میگفتیم میگفتن چی؟ چه بچه؟ بیجا کردیم و بدهی کار شدی، که البته یه نفرشون نگفت، خدا رحمت کنه، آقای عسکرولادی ترتیب یک وام رو داد. البته من این پولا رو قرض خودم نکرده بودم، از داستان مفصلی که چیکار کرده بودیم، مثلا چه بدا اومده بودیم یه چیزی چاپ کنیم یا یه برنامه فرهنگی توی سالن اجرا کنیم، اینا همه هزینه شده بود، ولی من به عنوان بچه بلد نبودم مثلا مدیریت این چیزا رو بکنم، همش هزینه های مختلف شده بود. اون تصور غلطی که اون پولا به من داده بود باعث شده بود من خیلی بلند پرواز شده بودم و یهو به خودم اومدم. یه بخشش هم البته گیر آدمای ناجور افتاده بودیم که مثلا اگر دو روز پولشون رو دیر داده بودیم از ما یه بهره هم گرفته بودن، متاسفانه. که خلاصه بدهیه شد 1,400,000 تومان. خاطرم هست که این باعث شد که ما اولین دسته چک زندگی من که 50 برگی بود، اولین دسته چک 50 برگی از یه بانکی در بانک نبش خیابون شهید بهشتی، بانک ملت گرفتم،
50 برگ بود، 44 چک 25 هزار تومنی اقساط این وام رو کشیدم. حالا 44 تا 25 تومن فکر میکنم میشه 1,000,000 و مثلا 100 رو باقیشم نمیدونم چی شد. ولی ما از سال 70 تقریبا یا 69 اواخر 69 70 ماهی 25 هزار تومن چک داشتیم. اونایی که حساب کتاب دستشون نمیدونن که بعد برای ماهی 25 هزار تومن چک پاس کردن سال 70 چی کار بعد آدم میکرد. شاید تو جلسات بعدی ادامه ماجرا رو خواهم گفت. خیلی متشکرم از همگی، شب بخیر.